توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که کشورهای عضو این اتحادیه از اوضاع بد حقوق بشر و عدم توانایی امارت اسلامی در اداره کشور نگرانند. آقای نیکلسون در توییت نگاشته است که نگرانی ها در نشست سفیران، کارشناسان حقوق بشر و نمایندگان کشورهای اروپایی برای افغانستان در بروکسل مطرح شده است. بدتر شدن وضعیت حقوق بشر، عدم مشارکت سیاسی اقوام و ناتوانی طالبان در اجرای سیاست‌های منسجم برای مردم افغانستان کشورهای اروپایی را نگران کرده است. اما امارت اسلامی این گفته‌ها را رد می‌کند. این گونه ادعاهایی که در بعضی از اوقات سوی سازمان‌های بیرونی و یا کشورها پخش می‌شود بی‌جا می‌باشد و بر متکی بر معلومات نادرست است. بعد از آمدن امارت اسلامی حقوق بشری در کشور ما در هر ناحیه که هست تامین شده و محفوظ است. اخیراً شمار از کشورهای غربی و اروپایی در پی عملکردهای امارت اسلامی و عدم پابندی به تعهداتشان درباره مسائل حقوق بشری از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. وضعیت و شرایط فعلی در افغانستان که حاکم است مسئول درجه یکش خود همین کشورهای غربی است و اینا باید این را بپذیرند و از طرف ارتباط مستقیم با کشورهای غربی و نهادهای غربی وجود دارد. خیلی خردمندانه خواهد بود تا برای افغانستان، حکومت فعلی افغانستان، الایی که خط مش اساسی نظام سیاسی خود را مشخص میکنه، یک مقدار بتانه به نگرانی های بین المللی در باب حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و مشارکت سیاسی و متوازن توجه مبذول داشته باشد. اتحادیه اروپا در حال از بدتر شدن اوضاع حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی می کند که پیش از این مسئول بخش سیاسی سازمان ملل متحد گفته است تا زمانی که امارت اسلامی به خواستهای مشروع جامعه جهانی تن ندهد، هیچگاه از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نخواهد شد.